بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام آرزو دارم جور و سعتمند باشه این شاگردای زیگران قدرم یازدهم جوزای سال 1401 هجری شمسی از درسای های بیولوژی رو بیننده است این تلاش مایی است که به خیر به زودترین فرصت درسای سنفه صنف 7 تا 12 تمام مزامین بر شما تکمیل کنیم که بعضی مزامین تکمیل شده بیولوژی مکمل مسلسات مکمل تکمیل شده کیمیای غیر عضوی مکمل تکمیل شده که صنف 7 تا 8 تا شامل است عضوی نیم شده تکمیل میشه بخیر بیولوژی نه ختم 11 سم روز بخیر و تاریخ شروع کردیم ریاضی شروع شده و دیگه مزامین هم خدمتتون تقدیم میکنم یک کمی عجله به خاطر در درس ها دارم که تا ختم امسال بخیر کل مزامین سن تا 12 تکمیل شوه که برای خواهرای از ما که مکتب مکتباشا نیست و برای پسرام که در مکاتبشان خوب درس نیست و برای اینا هم که خوب درس است یک مومد درسی باشه که دو دفعه ببینن بر کنکور که مثلا از ما زیاد فیز در کنکور تاویل میکنن بازه تو نتایج بسیار عالی هم نمی باشه خو از یک مرکز آموزشی همون نخبه ها و لایقا و اول نمره کامیاب میشه اونایی که اول نمره نبوده میمانه و بعضی ها بسیار مصارف گذاف مثلا در یک کورس سالانه پینجا هزار مصرف میشه و یا از ولایت که وقتی میان بر فیس کورس کرای و و این جنجال های دیگه هم است کل این امینا خواستم فشارش سر خود بگیرم از صبح تا شام مثلا میشینیم درس می میکنیم از کارهای دیگه خودم میمانیم و دپالش یک پول بسیار گذاف و مصرف میکنیم که در سا بر شما آماده شد فقط شما میره با کنیم کنین استفاده کنیم. ما قبلا هم در سال سال 96 آماده ساخته بودیم کمی صورتی زیاد بود از صنف کانکوری ما بود ولی از ما خوشبختانه هزارها نفر در فاکولتای دلهای کامیاب شد ده ها نفر کت از او استاد شدن و کورس جور کردن از او درسا تقریب کردن و استادای مکاتب از او استفاده کردن این دفعه که درسا خوبتر هم شده و خیر شما ای درسا رو تقریب کنین در قدم دوم مثلا فعال تا شش و خیر کار میکنم باز در قدم سیم. به مشوره شما فکر میکنیم جایی که زیاد تشریح کار داره در سار سیستمش تغییر بتیم یک مزامین اضافی کار کنیم از کل از اینا دیگه شما استفاده کنین دوستایتان هم خبر کنین در سار تحقیق کنن بر علاوه در سار دست چینل ما بحث های بسیار خوب جالب روانشناسی و تیبی هم است که بر هر کدام تان به درد میخورد در مورد موفقیت در مورد حافظه در مورد اعتماد نفس در مورد زندگی براتون بگیرین استفاده کنین یک چینل علمی بر تمام افغان هست دیگه کسایی که امکانات کمک دارین هر نوع کمک که در برنامه میتونین ای پس بر خود شماست ولی کسایی که هیچ کمک نمیتونه حداقل برنامه را ببینین که <تصفيق تصفيق> <applause> <applause> از امی افغان هست از برنامه دوزدن و چتیات و بیو اینا خلاص شون ما و شما شکر مسلمان هستیم گپ بیهوده گفتنشام گناس شنیدنشام گناس وقت زایی کردنم گناس تا چه وقت دیگه خود در بدر و گناکار بسازیم و برلا وطن و مالش خراب است به درس و تپیدن و زحمت کشیدن نیاز داره فصل دوازده کتاب درس 21 و درس آخر ماست است بیولوژی یازده بخیر دلکچر بعدی دوازده رو شروع میکنیم عنوان از بایوم ها ببینیم چی گفت اگر انسان در جهان امروزی سفر نماید جمعیت های بیولوژیکی برای خشکه و آب مشاهده می کند. یقینا خواهد دید که جمعیت های مشابه در جای مختلف دارای اقلیم و جغرافیای مشابه موقعیت دارد جمعیت های عبارت از یک گروپی از انواع یا اسپیسیس که در عین محل زندگی نموده و با همدیگر عمل متقابل انجام می از شما کس تعریف جمعیت پرسان کنه بگوین جمعیت عبارت از یک گروپی از انواع مختلف است که در یک محل زندگی میکنند و با هم عمل متقابل دارند انواع مختلف ولی در یک محیط عمل متقابل اقلیم در قد درجه درجات نور و بارندگی یک منطقه است اقلیم شامل چی چیز است؟ حرارت بارندگی و نور با غیر دیگر آلات حاکم آب و هوا در یک منطقه به از اقلیم است این تعریف اقلیم حالات حاکم آب و هوا در یک منطقه را میگیم اقلیم, اقلیم ها بعضی سرد بعضی گرم بعضی خشک هستند نور تاس نباتات جذب میشه مواد غذایی میسازند در جرات یکی کوستم کمک میکنه تا کدام نوع زنده ها در آن زندگی کنند بعضی ها مثلا مثل خور خرس قطبی در بر این برفا زندگی میکنه. بعضی ها مثلا در جنگل های گرمتر مثل شیر و فیل زندگی میکنه. خلاصه محیط زیست حیوانات هم فرق میکنه. به این که ببینیم امینا رو چطور تشریح میکنیم بایوم اوزای اقلیمی در ساحات مختلف جمعیت های واحد های چمایی را ساختن این واحد به نام بایوم یاد میشه بایوم اونمو مجموعه ایوانات که در یک اقلیم خاص زندگی میکنه او را بایوم میگی به عبارت دیگر یک قسمت یا ساحه زمین که دارای اقلیم خاص نبات و ایوان خاص باشه به نام بایوم یاد میشه این دوستای نازنین تعریف بایوم یک قسمت یا ساحه زمین که دارای اقلیم خاص نبات و حیوان خاص باشه به با نام بایوم یاد میشه بایوم دو از خشکه و بایوم آب اول بایوم خشکه در این بایوم ها جنگل بارانی استوایی ساوانا تایگا تندرا الفزار بیابان چپرال جنگل های متعدل و مناطق علفزار معتدل شامل می باشه این هر کدام مثلا میگه ساوانا مربوط کدام بایوم است میگه بایوم خشکه جنگل های متدل چی مربوط با این کرد. خب اول جنگل بارانی استوایی در این بایوم سالانه 200 تا 400 سانتی باران میباره در کنکور سوال میکنه است پیشت میگه در جنگل بارانی استوایی چه قبل 200 تا 400 البته مقدار باران از یک فصل به فصل دیگر کمی تفاوت می داشته باشد در جهت بین 25 تا 29 سوال میکنه میگه جنگل بارانی استوایی در حالت چقدر بین 25 تا 29 از لحاظ داشتن زنده یکی از غنیترین ترین و شامل انواع زیاد زندجان ها پستانداران خزنده و پرنده است این نوع جنگل ها در افریقای مرکزی و جنوبی زیاد بوده. اکثر نباتات شمشه سبز است انکشاف زراعت سبب تخریب این جنگل ها میشه متاسفانه انسان ها یعنی پیشروی کرده میرن جنگل خراب میکنه میایم سر ساوانا در مورد از او فامیدیم مقدار بارندگیش و حرارتش و حیواناتش ساونا لفظار بزرگ و خشک دنیا بنام نام ساونا یاد شده و مناطق گرم را که بارندگی نسبتا پایین یا فصلهای خشک طولانی دارد در بر میگیرد بارندگی سالانه در بین در آن 90 تا 150 سانتی متر است در کنکور میاره برد حرارتش 24 تا 29 درجه است. سوال میکنه است پیشه در طول سال نوسان درجه را در آن نسبت به جنگل های بارانی زیاد و دارای خشکسالی موسمی یا فصلی است بیشتر حیوانات آن صرف موسم بارانی فعالیت می‌کنند. رمه های بزرگ چرنده پستاران در سابان های افریقای شرقی یافت می شود کنه در تصویر شما می بینید. خب جنگل باطلاقی یا تایگا یکی از بزرگترین بایم های روی زمین بوده و نام آن از کلمه روسی تایگا گرفته شده است زمستان تایگا سرد و طولانی است بارندگی سالانه در این بایم 25 تا 50 سانتی متر می رسد سوال می مثلا سوال می تایگا کلمه چیست روسی بزرگترین بایم روی زمین چی است میگه جنگل یا باتلاق یا تایگا تا بارندگیش چقدر 25 تا 50 ایوانات پستانداران مثل آهو، گرگ و خرس و همچنین پرندگان نباتات مانند خزه در آن زندگی میکنند تندرا چی است؟ تندرا ساحه وسیع 20 فیصد یا یک بر پنج سی سطح زمین را تشکیل داده حوست بارندگیش 20 تا 60 سانتی متر است. سوال می رود زمستان های طولانی و سرد دارد در جرد در زمستان به من فیسی می رسد. هر کدام این سوال است چون آب منجمد می باشد از این سوال در اکثر اوقات سال آب می اثر نمی شد مشمانن روبا گوزن کانادایی و جغد از جمله مهرداران ساکن این منطقه است یعنی فقاری ها خزه ها، گلسنگ ها و بعضی علف های زودرس مواد غذایی حیوانات را تشکیل می ده. پرندگان از اشراتی که در آن موجود است تغذیه می کنه. روزهای تابستان طویل ولی موسم نمو کوتاست. کوتایی موسم نمو عامل محدود کننده زندگی در این بایوم است. حیوانات و نباتات این منطقه با هوای سر توافق نموده. قلفزار اوسط بارندگی سالانه در این بایوم 20 انچ بوده و مقدار زیاد, زیاد بارندگی در طول موسم نمو صورت میگیرد سبب نموی قوی علف می شود با مذکور پوشیده از علف ها و نباتات خرد مشابه آن بوده و نسبت به تمام بایوم های زمینی سایه بیشتری را اشغال کرده و برای زرع عبوبات مناسب است زیرا اکثر علف ها در زمستان میمیرند و خاک را آسل خیز می سازد بایوم علفزار زمستان سرد و تابستان گرم دارد بیابان بیابان برت از منطقه خشک با نباتات پراگنده بوده و درجه حرارت از آن 50 درجه سانتیگراد و از غریان 30 درجه بین 30 تا 50 تحول میکنه خشک است درجه حرارت نظر به موسم فرق میکنه بارندگی سالانه در بایون بیابانی کمتر از 30 سانتیمتر است بیابان اتاکانا در چیلی که بارندگی سالانی آن صفر می باشه رویدن گیاهان در بیابان زیادتر مربوط بارش است اگر باران نبود علف کم است گیاه کم است ساحاتی که بارندگی بیشتر دارند جمعیت از علفزارها را تولید می که شامل درختان مقاوم در مقابل خشکسالی می باشد برگ نباتات بیابان طوری است که در انگام گرمی زیاد آب تبخیر نکنه یعنی برگهای خارمانند دارند بعضیشان زهری است حیوانات از خور خوردن آن نمیخوره زهر داره. ایوانات الافخار گرمی روز خود را پنهان نموده و از طرف شب از علف استفاده میکنند ایوانات مثل مار، چلپاسه، عشرات و حتی بعضی پرندگان در اینجا میتونه که باش چپرارال در بایم چپرارال بانندگی سالانه به سی تا پینجا سانتی متر می رسد. اما این بارندگی تقریبا در زمستان صورت می در درجه در تابستان سی درجه و در زمستان ده تا 12 درجه است از این سبب زمستان خزان و بهار سرد دارد نباتات این بایم با شامل علف ها و درختان خرد بودند و به خوشسالی توافق کردن ایواناتان شامل آهو بز و خزندگان و پرندگان و است و جنگل های متدل برگریز اقلیم های نسبت ملایم و بارش کافی سبب ارتقای نموی جنگلات شده اینجا خوبیش از شرایط جنگل های برگریز در مناطقی که تابستان نسبتا گرم و زمستان سرد دارند نمو می کند بارندگی سالانه با این 75 تا 250 سانتی سانتیمتر. معادل 30 تا 100 اینچ میرسه اوسط درجه ارتان در تابستان 28 درجه است و در زمستان به 6 درجه بالا میشه این نوع جنگلات قسمت های شرقی امریکا را پوشانده و جای بوده باش برای حیوانات چون آهو، سگ آبی، خرس سنجاب، خرگوش، موش و بسیاری از پرندگان یک شرایطی که خوب حیاتی داره مناطق علفزار معتدل متدل دارای اقلیم متدل بوده زمستان خشک و تابستان مرتوب داره بارندگیش موسمی است بین 30 تا 100 سانتی متر است در این بویم خشکسالی دورانی معمول بوده درجه حرارتان در زمستان به منفی ده میرسد در تابستان سی درجه میشه آن شامل علف و سبزه هایی که قدان از چند سانتی تا دو متر میرسد آن شامل پستانداران چرنده مثل اسب وحشی و غیره بوده. خاکان برای زراعت خیلی مساعد می باشد و جنگل های همیشه سبز متعدل این بایون با داشتن هوای خشک و خاک مختلف شرایط را برای نموی جنگل های همیشه سبز مساعد می سازد قسمت اعظم جنوب شرق و غرب امریکا دارای هم چو جنگلات می باشد جنگل های نورستان کنر و پکتیا در افغانستان از جمله جنگل های همیشه سبز است ده. که متاسفانه در این روزاتش سوزی جریان داره که شالا و خیر مهار شو و و همچنان متاسفانه ای چوباره بی رویه قطع میکنن بعضی انسان های خودخواهی ظالم که کار غیر اخلاقی است بایوم های خوشکره فهمیدیم میریم سر بایوم های آبی بایوم های آبی و بایوم های بحری که آب شور است و آب های تازه که آب شیرین است تقسیم میشه یعنی دو نوست آب شور آب شیرین یا دری آب و بحر بایوم بحری نزدیک دوی بر سه, سه, دوی بر سه, سه زمین را بحر پوشانیده این می ای ساعاتی که برنگست اینا خشکی زمین است این دیگه ساعاتی که اینجا به شکل زرد رفته شده اینا کلش شما میبینین سا بیشترین ساحه زمین چی است آب است این اینجا کلش اینا نشان دهنده آب است خشکی زمین کم است دوی بر سی, سی زمین است. با یون بحری پوشانیده و بحر سه نوع جمعیت بحری تشکیل شده کمام سطح بحر و عمق بحر آبهای بحر کمام مناطق آب کمام از لحاظ ساحه خرد بوده ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر انواع زیاد اجسامه داره چرا به نور آفتاب نزدیک میشن ساحه خرد است ولی زیادتر حیوانات دمی جمع میباشند باشه از این رو منطقی مذکور جایگاه حیوانات غیر فقاری به شمار میره آبای سطح بحر در آبای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون اجسام خرد میکروسکوبی هستند شنا میکنه اما تشکل از الجی و تعداد زیاد حیوانات خرد فقاره مثل مایی حیوانات غیر فقاره مانند شرم خرچنگ و کرم ها می و اعماق بحر در عمیقترین آبهای بحر جمعیت بحری به صورت کل در تاریکی مطلق سردی و تحت فشار زیاد زندگی می حیواناتی که در قسمت های عمیق زندگی می نمایند به کمیابی غذا و تاریکی توافق کرده و معمولا از پلانکتون ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می زیر بحر هم تاریکیست نور نمیرسه هم هوا سرده است هم فشار و آب زیاد است این بایوم آب بحری بود بایوم آب تازه چی است؟ بایوم آب تازه را جهیل، اوز دریا، چشمه تشکیل میده از لحاظ صاحب بسیار محدود است و میخاطر انسان با خشکسالی روبرو است چون آب تازه کار داره انسان آب شیرین کار داره زیرا جهیل ها صرف یک در درصد دریا ها و چشمه ها سه درصد پوشانده. بسیاری از انواع اجسام زنده نباتات ماهی انواع و اقسام بندپایان پایان یارتروپودا نرمتنان یا مولسکا و دیگر غیر فقاری های خود که بدون میکروسکوپ دیده نمیشوند جهیل و اوزها دارای سه زون یا منطقه است که اجسام زنده در آن زندگی میکنه که زون یا منطقی ساحلی است لیترال زون منطقی کم عمق نزدیک کنار ساحل بوده در اینجا نباتات آبی با اشرات شکارکننده کننده و ماهیان خور زندگی میکنه لیمونیتیک زون به منطقی گفتم که از منطقی ساحلی دورتر بوده ولی نزدیک به سطح باشد این منطقه جای سکونت الجی شناکنده پلانکتون های شناکنده و ماهی می باشد زون عمیق پروفاوندد زون منطقه عمیق آب بوده و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب می باشد تعداد بیشماری از باکتری ها و اجسام کرمانند در بستر این زون زندگی می نماید قابل یادآوری است که تمام آب های تازه و قدر کافی عمیق نیست که شامل این زون گردد بایوم های زمین های مرتوب با طلاق هایی که توسط آب پوشانیده شده بایوم زمین مرتوب است زمین مرتوب توسط نباتات آبی پوشیده شده و در, در بایوم مذکور غیر فقاری پرنده و دیگر حیوانات زندگی می کند بایوم که به نام آیدروفایت یاد میشه از جمله آسل خیستری هاست نباتات نظر به محیط زیستشان هولوفایت که در نمک زندگی میکنن آیدروفایت که در آب زندگی میکنن به این ترتیب تقسیم بندیاده. و خلاصه فصل دوازده جمعیت یک گروپی از انوا یا اسپیسس می باشد که در عین محل زندگی کرده با یک دیگر عمل متقابل داره اقلیم حالات حاکم آب و هوا در یک منطقه عبارت از اقلیم است بایوم یک ساحه زمین که دارای اقلیم خاص نباد و حیوان خاص باشه به نام بایوم یاد میشه بایوم ها در مجموع به دو نوند بایوم های خشکه و بایوم های آبی بیابان عبارت از منطقه خشک با نباتات پراگنده و درجه حرارت بلند می باشد. بایم های آبی شامل بایم های بحری و آب های تازه می باشد. بحرها از سه و جمعیت بحری تشکیل شده. آب های بحر کم عمق، آب های سطح بحر و آب های اعماق بحر. بایوم آب تازه را جهیل ها، دریا و چشمه تشکیل می پلانکتون عبارت از اجسام میکروسکوپی است که به صورت آزادانه در محیط های آبی شنا می کند تمرین شما حل کنید شاگردای نازنین مطمئن است حل می هر سوالش مشکل بود ما در خدمتتان برتان حل می در این کتاب هایی که خلاش شد سنفه هفتش نو ده هر هرچی مشکل بود در بیولوژیش مرحوال می دید برتان تشریبیشتر می کنم فعلا صورت ما به خاطر زیاد است که می خواهیم برنامه سنفه تا دوازده تکمیل شود که امسال کسایی که از درس موندن ناامید نباشند همین درس را ببرند کسایی که بردن بسیار خوش هستند میگه ما هیچ فکر نمیکنیم که ریاضی یا بیولوژی یک چیز بگیرم. رو یاد بگیریم از اینجا یاد گرفتیم چرا خود درس پیشتان از بار بار میتونین اثر ببینین تا موضوع رو بودم که نفهمیدین با آدرس های ما زنگ بزنین پیام بانین من براتون رو تشریح بسیار زیاد دوستان دارم این صنف صنف عمومی از کل ما و شماست تنها کار من نیست خود شریک بدانین در هر نوع کاری که میتونین در نشر پخش برنامه و اطلاع دادن برای دیگرها دریغ نکنین بسیار زیاد دوستتان دارم تا درس بعدی که صنف دوازده بخیر شروع میکنیم بیالی تمام به خدا پاک امانت میکنم شب روز خوش داشته باشه.